دوستان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 13 از ماه فوریه سال 2012 میلادی. در روزهای دوشنبه به مدت 1.5 ساعت خدمت شما هستم و در باب مغالطات صحبت میکنیم. البته عرض کردم حالا مغالطات اینا در جوامعی واقعا مطرح میشود که حلقه دروغ تنگ شده باشد. در واقع اینها حواشی کلام هست، بخشی از منطق هست. برای ما که اساس کارمان با دروغ، حکومتمان از دروغ، اساس نمیدونم خرافات و دین از کمپلیتلی دروغ، از بن دروغ. حالا مطلب نمیدونم مغالطات چگونه است بماند، اما ضرورتی است واقعا دانستن این منطق زبان و استدلال فاسد. در واقع مغلط یعنی استدلال فاسد. خب اجازه بفرمایید که از حافظ بزرگ و بی نظیر یک قدر خدمت شما تقدیم بکنم. این تأثیر وزن هم در ذهن انسان بی نظیر، قافیه همچنین ردیف. بعض این اوزان و این قوافی تأثیرش فوق‌العاده است، توصیفش هم خیلی خیلی آسان نیست. مثلا یک چنین وزنی: بهار آمد و از اون خوشتر نباشد که در دستت به جز ساغر نباشد. این خیلی چیز مؤثری نیست واقعا. حالا هر چقدر محتوا خوب باشد، اما خود وزن اون انقباض و انبساط لازم رو این شعری خدمت رو میخونم بی نظیره. میفرماید: خط ازار یار که بگرفت ماه از او، خوش حلقه ایست لیک به در نیست راه از او. ابروی دوست گوشه محراب دولت است، اونجا به ما چهره و حاجت بخواه از او. ای جرعه نوش مجلس جم، سینه پاک دار، کائینه ایست جام جهان بین که آه از او. کردار اهل صومعه ام کرد می پرست، این دود بین که نامه من شد سیاه از او. سلطان غم هر آنچه تواند بگو بکن، من بردم به باد فروشان پناه از او. ساقی چراغ می به ره آفتاب دار، گو برفروز مشعله صبحگاه از او. این بیت الغزل هست واقعا بی نظیر. این بیت: ساقی چراغ می به ره آفتاب دار، گو برفروز مشعله صبحگاه از او. آبی به روزنامه اعمال ما فشان، باشد توان ستورد حروف گناه از او. حافظ که ساز مطرب عشاق ساز کرد، خواهی مباد عرصه این بزمگاه از او. آیا در این خیال که دارد گدای شهر، روزی بود که یاد کند پادشاه از او. خب خدمتتون عرض کنم که در این یوتیوب یک مأخذ خیلی خیلی غنی از مطالب و مسائل مختلف هست. نگاه میکردم ناگهان برخوردم به عنوان Crazy Traffic in Tehran، یعنی چیزی چهارراه مخبر و دولت. قبل از اینکه نشان بدیم و ملاحظه بفرمایید، اجازه بده امیر جان توضیح بدم. ببینید که این از روحیات ما، از تمدن ما، از نمیدونم انصاف ما، از قانونمندی ما حکایت ها دارد. این چهارراهی که خدمتتون نشون میدیم، به من گفتن مخبر دولت، این نوع خط کشی که در این خیابون شده من نمیفهمم. یعنی در آیین نامه های و قوانین راهنمای رانندگی در کل جهان شما چنین خط کشی نبینید. حیرت انگیز. گویا دو آمریکایی باستی باشن، چون لهجهشون کاملا آمریکاییه، روی پل ایستادن دارن فیلم برداری میکنن از نوع رانندگی و ترافیک تهران. بی اندازه حیرت انگیزه. امیر جان لطفا نشون بدید هموطنان دوستان ببینن. Babies and everything. The guys from that side are sneaking in. Yes? Yeah. Now the light's gonna change.
ملاحظه فرمودید که چه محشری سر این چهار را. من نمیدونم این رو من به گردن دولت من نمیتونم این رو بذارم. حتما اونجا چراغ هم داره، اینجا یه سر و صدا هم هست. اینجا نمیدونم 70-80 سال بایستی باشه قوانین رانندگی. آقا یه چراغ سبز داریم، یه چراغ نمیدونم زرد داریم، یه چراغ قرمز داریم. این چه محشریست اینجا؟ عبث نیست که سالی 25,000 نفر در ایران کشته میشن در ترافیک، هیچ کس موافق به حق دیگری نیست، همه میخوان کار خودشون رو اول انجام بدن. درست حالت مورچگان داشت بین فیل ها و نمیدونم کرگدن ها و اینها، این مورچگان آدم ها پیچیدن به این آهن ها متحرک. واقعا این نماینده بیقانونی کامل، در واقع این عدم توفیق ما در امر دموکراسی، عدم در واقع قبول قانونمندی در مملکت ما، از بزرگ تا کوچک هیچ کس به قانون هیچ احترامی نداره. تو همین آمریکا شما میرید تو صف نمیذارن راهنمای رانندگی، یه جای کاری دارید میبینی هموطنه مرتب مترسین از زیر میز یه جای خود ببینی ایرانی کسی یه پولی بده یه کاری بکنه، یه قانونی رو زیر پا بذاره، حق یکی رو بخوره. تو کار من واجب‌تر، کار من درست بشه بقیه بدرن. وحشتناک، مایه ننگه. آقا این مایه ننگ بود، چیزی که ما دیدیم مایه ننگ بود واقعا. آقا حالا نمیشه یه کاریش بکنی؟ چرا قرمز رد شد؟ حالا بیاید مثلا ما مثلا پسر فلانی هستیم ها. یعنی به هیچ احترامی به این قانون در مملکت ما نبود. هر کس هم اومد که قانونی بود گفت آقا ما زیر سایه قانون زدیم، کشتیم، زندانش کردیم، انداختمش کنار، همون به هرج و مرج ادامه دادیم تا امروز. آخه این چه رانندگیست واقعا؟ در هیچ کشوری از جهان فکر نمی‌کنم در آفریقا در قبایل ماو همچین ترافیکی باشه که در تهران. اون خط کشی رو دیدیم مربع درست کرد. هر کسی یه لباس دولتی میپوشید یا میپوشه به هر دلیلی، اولین چیزش اینه که یه قانونی بهش کنه. مثلا مردم ایستادن برای صف سینما، این آقا لباس دولتی میاد مستقیم دم گیشه که نمیزنه که آقا بده بینیم 4 تا تیکت مجانی. خیلی وضع ما خرابه واقعا. آدم تعجب میکنه این چه دولتیست. آقا باید بگیرن 500 نفر از این آدم ها رو بگیرن نفر دیگه نمیدونم 100-200,000 تومان جریمه کنن، 10 روز زندان، هیچ که دیگه کار رو نمیکنه. همه مثل که رادار دارن، رادار نامری میدونن دوز یه ثانیه ماشین کجاست میپیچه اون میره، همه هم نمیشه همه هم سلامت میذارن از چیز میره منزل خوش و خورم. حتما از همه چهار راه همینه دیگه. خب دو مطلب خدمتتون بگم گذشته ترافیک. یکی این که روز 19 هم، حالا من خواهش کردم امیر
این اطلاعیه رو بنویسن. پیشنهاد آقای خاشه بود، پیشنهاد خوبی هم هست. زیر برنامه ها برای هموطنانی برنامه ما رو نمیبینن، باید بقیه برنامه ها بدانن که ما یک سخنرانی داریم در روز 19 در 2575 مکیب وی در ایروان کالیفرنیا از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر. تلفن اطلاعات هم 949-551-92-72 هست و موضوع سخن روشن فکر و روشن فکران. این عرض کنم از سری صحبت هاییست که ما در اورنج کانتی داریم هر دو سه ماهی یک بار. این یک مطلب. مطلب دیگر، یک اشتباه هم بنده کردم خدمتون میخوام تصحیح کنم، سپاسگزارم از دوست که یادآوری کرد. اون در موضوع هیرمن موند و مقایسه با رود نیل. تصور خطای من این بود که رودخانه های بزرگ بیشتر شمالی جنوبی هستن، مثل میسیسیپی، مثل آمازون، در حالی که نیل برعکسه. یعنی در موضوع هیرمن جان عرض کردم یک کشوری که رودخانه درش جاری و سرچشمه میگیر نمیتونه اون رو قطع بکند، به وجهی که افغانستان قطع کرده هیرمند رو از روی ایران، مثلا مصر، در حالی که مصر آخرین گیرنده نیله. در واقع حرکت نیل جنوبی شمالی است، دلتاش هم در واقع همون نزدیک مصر هست که به دریا میریزه. این اشتباه رو تصحیح میکنم. تصور من این بود که نیل شمالی جنوبی است در واقع، اما جنوبی شمالی است. این بستگی هیچ قانونی نداره، این بستگی داره که کوهستان کجا باشه، ارتفاعات کجا باشه. اینا این یک موضوع بود. موضوع دیگر این صحبتی بود که ما با آقای عرسی داشتیم روز جمعه شب در باب آقای ثابتی، مقام امنیتی سابق، و تعداد بسیاری مخالف بودند با این صحبت و نامهایی که برده شد. در واقع ما بعضی این نامها رو با نفی و انکار اینجا بردیم. یکیش جدایی طلبه، یکیش منتظره که نمیدونم کشور ایران کمونیسم یا چه نمیدونم چیز جهان سقوط بکنه، سرمایه داری، همون اندیشه های مارکسیست هایی نمیدونم قرن 19 و اینها. ما اینها رو در واقع نفی کردیم در این برنامه به کرات و مرات. اما یک نکته هست، حالا هر چه بوده است و انسان هر کاری که باشد، ضمن این که بنده درک میکنم هموطنانی که زنگ زدن تعدادشون یک نفر دو نفر نبود که آقا اینا میخواستن مملکت ما رو خراب کنن، چنین و چنان بکنن، این شما آمدید با این آقای عرسی اینها رو اینجا اسمشون رو آوردید و اینها، عرض میکنم که همه این مطالب درست، اما شکنجه و کتک زدن و زندانی کردن صرفا به خاطر ابراز عقیده، این همواره محکومه. حالا شخص هر فکری که میکند به جای خود، این نکته رو فراموش نکن. عذر میخوام. مگر اینکه یک کسی دلایل و شواهد باشه خیانت عظیمی کرده و اینها، که باید با قانون باش رفتار. کما که در هندوستان این داستان کمونیست که آمد و واقع جهان دچار تب بزرگی شد، دولت هند نیامد بگوید آقا ما اعدام میکنیم، کما که عکس‌ها هست بعد از 28 مرداد بستن به تیر، نمیدونم سرهنگ سیامک، نمیدونم سروان کی، اینا به ترتیب به تیرها بستن، خسرو روز به همه رو بستن تیرباران میکنن که اینا مثلا تودهی بودن. خب باشن تودهی، باشن تودهی رو که تیرباران نمیکنن که بابا جان، که اگر خیانتی در امر مملکت شده باید اسنادش جمع‌آوری بشه ببرن دادگاه مطابق قانون، نه اینکه به فرموده یک نفر یا یه دولت خارجی ما بیاییم و ادهی که پیروان یک عقیده هستن اینا رو دستگیر کنیم، در دادگاه تقلبی نظامی محاکمه کنیم، صبح ببریم تیرباران کنیم. بگویم چون اینا خائن بودن ما داریم تیربارونشون میکنیم. خیلی خوب، یه روز به جرم خیانت تیربارون میکنیم، یه جور به جرم مخالفت با امنیت ملی تیربارون میکنیم، یه جور هزار جور، یه جور به جرم جدایی طلبی تیربارون میکنیم، شروع میکنیم تیرباران کردن دیگه. وقتی دست ما باز شد به آدم کشی، از این اتهامات پیدا کردنش خیلی آسانه. کما اینکه روح الله الخمینی الموسوی که قرار بود نفت رو مجانی کند و گاز را مجانی کند و زندگی معنوی را درست کند و بهش را آرایش بدهد، این آقا نرسیده فرستاده جنرال های ایرانی رو در پشتبان تیربارون کردن، یه عده‌ام تبریک و تهنیت گفتن. همون موقع میبایستی جلوی این آقا میستادن، آقا این چه کاریست تو میکنی؟
جرم این افسران این مملکت چه بوده؟ بیان شما جرمشو ببینیم چه بوده، آقا چه کردن؟ یکی یکی هر کسی داره یک پرونده یه چیزی. آخه دستش باز شد تا به اونجا رسید که بکشید دشمنان اسلام را، نمیدونم 50,000 نفر جوان ایرانی رو به جرم عقیده کشتن. این پرنسیپ ها رو با هم مخلوط نکنیم لطفا. آقا توده‌ای بوده؟ توده‌ای بوده آقا، توده‌ای بوده. توده‌ای که کشتن نداره که پدر جان. تو فکر میکنی امروز توده‌ای کشتن داره؟ یه جای هست که توده‌ای و چپ و اینا اساساً اساس قدرت هست. بنابراین یک جرمی نیست توده‌ای بودن، جرم نیست، مگر اینکه قوانین مملکت بگوشه خیانتی چیزی ثابت نشده بود. فقط اینا اعضای حزب توده بودن. عرض کنم که تعدادی افسران مملکت از ستون بگیرید تا سرهنگ و اینها، چون سیاست آمریکا علل اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، هیچ هم از اینا نگرفته بودن، نه توپی، نه تفنگی، نه نارنجکی، نه دینامیتی. اینها فقط عضویت در حزب توده و اگه در درون دفتر بوده گرفتن تیرباران کرد دادگاه نظامی. این که قابل چیز نیست عزیزم، که این قابل دفاع نیست، قابل دفاع نیست به هیچ وجه من الوجه قابل دفاع نیست. با دوستی مصاحبه میکردم میگفت این آقای دکتر فاطمی گفته است که نمیدونم مقام سلطنت فلان فحش داده. خب عزیز من جواب فحش دادن که تیرباران نیست، تیرباران آدم چاقو خورده، یه مرد دانشمند به مملکت 37-8 ساله شما بری بکشیش که چون توهین کرده. داستان هارون رو خدمتتون گفتم، هارون امپراتور عظیم پسرش من گفت بابا جان فلانی من فوش مادر داد. گفت پسرم تو ببخش چون تو پسر هارونی، بخشش از بزرگ، اگرم نمیتوانی نهایت کاری که میکنی میتونی به اون فوش مادر بدی، ما نمیتونیم پوست اینو بکنیم چون به تو فوش مادر داده، که مکافات باید متناسب با جرم باشه. حالا آقای دکتر فاطمی برداشت نمیدونم چیز تون نوشت، مثلا فرض کنیم این چیز هست که ما بدیم شعبان بیمخ شکمش پاره کنه مثلا، بعدم با برانکار با 100 درجه تب ببریم محکوم به اعدام کنیم، سحرگاه ببریم تیرباران کنیم، اینا قابل توجیهه؟ قابل توجیه که نیست عزیزم، که آخه پدر جان به حقوق انسانیش کجا میره؟ بنده نه چپم نه راستم که دفاع از موضع کسی بکنم، اما همواره چیزی که ما مد نظر داشته باشیم حقوق انسانی افراد هست. حقوق انسانیشون محترمه. قاتل جنایتکار 50 نفر کشته، اما باز همون قاتل قاتلی است که داره حقوق انسانی است. یعنی ما حق داریم اونو بزنیم، هم داریم شکنجه بکنیم. عرض کنم که میتواند وکیل بگیرد، ما اون رو در دادگاه متناسب با موازین قانونی باید محاکمه کنیم جرمش. و اگر قانون شکنی شروع شد و ابطال حقوق افراد، معلوم است کار ما به کجا میکشد، کما اینکه کشیده است و کشیده بود و خواهد کشید اگر وضعیت این گونه باشد. ما با رعایت قانون میتوانستیم یک جامعه با ثبات داشته باشیم، نه با اعدام کسان. حالا اینا مطالبی است از پرت وضوح، فکر نمی‌کنم نیازمند توضیح باشه. حالا این آقای ثابتی، این آقای ثابتی رو همه میشناسن. یه بارم توی فروشگاه، جزئیاتش خاطرم نیستم، داستانش خیلی مشهوره، یه آقایی هم خرید میکره، نمیدونم بادیگارد خانم ایشون یا خود ایشون، نمیدونم مرتی که برو بیرون هم چی گفت، آقا چی میگی فلان، هفته تق کشتن انداختن و نو کوشن است، این غرب وحشی وحشیاتون است، تق تو خدافظ. آقای کلانتر اومد و هیچ محاکمه چی چی شد قتل اون بابا. آمده یک مش سخنان نادرست لاطائل، این مردی که در واقع از نظر عرض کنم که سیاسیون مبارزین منفورترین چهره ها بوده است، آمده از حالا بخشی از صحبتهاش رو هر موقع وقت کردیم، اگه امروز وقت کردیم اگه نه دارنده میاریم ببینیم مقالطات آقای ثابتی در سن 75-6 سالگی چه چیزیست. خب اینم همون عرض کنم که فلایریست
عرض کردم جان بله در زیرنویس آمده. بله ملاحظه میکنید که اون زیرنویس در باب این صحبت ماست در اورنج کانتی. خیلی این هم از این. اما جان پشتش نوشته است بله به به بله آهنگ بادیگارد رو حتما بعد پخش میکنیم که نمیدونم چند ده میلیون فروش رفت از این خواننده بزرگی که فوت شد در 48 سالگی بر اثر گویا افراد در مواد مخدر نمیدونم چی. خب اجازه بدید برویم بر سر یا اینکه موسیقی رو بشنویم امیر جان، برگردیم سر اون داستان روشنفکر دینی بخش سوم روشنفکر دینی. این آهنگ بادیگارد رو میشنویم، یکی از مشهورترین آهنگ ها در این چند دهه اخیر که من اینجا هستم همین آهنگ بوده. عرض کنم که برمیگردیم خدمتتون بعد از شنیدن آهنگ بادیگارد. ببینید چه صوتی دارد این خانم. با درود بر شما وطنان گرامی، یک تکه هایی از فیلم بادیگارد خیلی مشهور آقای کوین کاستنر و ویتنی هیوستون. ویتنی هیوستون در 48 سالگی عرض کنم که گویا در وان افتاد خفه شد، حالا معلوم نیست نتیجه پال و چکافی چه هست، اما بنا به اونچه شهرت دارد ایشان معتاد بودن به انواع اقسام مواد مخدر و یک داستان های بین خود شوهرش هم هست و اینها که حالا در واقع هر شما نگاه کنید روزنامه ها نشریات و غیره و اینها بس بس خانم ویتنی هیوستون هست با این صدای طلایی. خب اجازه بدید که یک مغلطه بزرگی رو من خدمت شما اینجا امروز مطرح کنم بعد برم سر دو. یکی این که به معنی که شما از سرکوب و اختناق و اینا صحبت می‌کنی اینو میشنوید آقا هر مملکت احتیاج به اطلاعات امنیت داره دیگه بابا جان، این آقا هم بالاخره به مملکت خدمت میکرده و این مغالطه است، این مغالطه است. امنیت اطلاعات و امنیت از چی چه چیزی؟ امنیت ما باید اول امنیت رو تعریف کنیم. بله این سازمانه که نمیدونم عرض کنم که MI6 انگلیس و ساختمان سازمان CIA و NSA و 22 سازمان اطلاعاتی دیگر FBI، ضد اطلاعات نیروی دریایی، ضد اطلاعات ارتش، همه اینها هستن برای حفظ امنیت این کشور از دشمن، نه اینکه برای نگهداشت دیکتاتوری و اینکه هر کسی مخالف بود شب بریزیم منزل دست پاشو ببندیم ببریم اوین شکنجه کنیم. در واقع دشمن امنیت به معنی عمیق کلمه اون دیکتاتورها هستن که نشستن اینا رو می‌ندازن به جان مردم. ما نشنیم سی آی هر شب بریز آمریکایی دستگیر کنه ببره. آقا این حرف زنی اون حرف زنی چی گفتی؟ گفتی هوا کثیف نون گرونه. این مغلطه‌رم شما حتما شنیدید، منم شنیدم. آقا اطلاعات امنیت سیستم اطلاعاتی مملکت این نیست که مردم خفه بکنن، جلو روزنامه‌ها رو بگیرن، در دهنار و اعصاب ببندن، مخالفین شکنجه کنن، اعدام کنن. اینا کارشون است که کشور رو یعنی ملت رو محافظت بکنن در برابر خطرات خارجی. در کشورهای استبدادی برعکس اون است که عرض کردم، سیستم مثل KGB و عرض میکنم ساواک خودمانو در تمام این طول این سالها ساواک یه جاسوس مثل گرفت، یکی یه مغربی بود یه سرتیپی بود که تلکس میکرد به روسیه، اینم CIA کشف کرده بود که یه اطلاعاتی رو هوا داره میره مسکو. بقیه‌اش دستگیر شدگان و کتک خوردگان ایرانی های بیچاره بودن، شهروندان مملکت ما. اگه غیر از اینه بفرمایید تو ما اساساً حسن به همه حرفامونو پس بید. چند سیستم جاسوسی کشف کرد این ساوا؟ چند تا شاهکار هم داره، یکی کشتن تیمور بختیار ماشاءالله الحمدلله که از شاهکارها بوده دیگه، مثلا خیلی آپریشنه فلانی بوده، دو نفر فرستادن اونجا و نمیدونم به عنوان پناهنده و اینا تو شکارگاه زدن اون تیمسار رو کشتن، این شاهکارش بوده، آپریشن خیلی عظیمش. بقیهش دیگه گرفتن دانشجو و بدبخت و کاسب و کی حرف زده کی نزد. دائم هم اطلاعات غلط میزنن به CIA در باب ثبات مملکت و اینا که اصلا پایداریش قیامته، تا ابد این دولت ابد مدت هیچ موقع سقوط نخواهد کرد. اسرائیلی‌ها درستش می‌نوشتن اینا اشتباهشون.
بنابراین این که اگر شنیدی که کسی گفت آقا اطلاعات چیز لازمی است برای مملکت، بله صحیح هست، اما اجازه بدید اول امنیت رو تعریف کنیم، مملکت رو تعریف کنیم، بعد رو تعریف کنیم اطلاعاتش بره، امنیتش باید چگونه تضمین بشه. در واقع سلب امنیت از مردم اون دیکتاتوری میکنه، همینا دور و بریاش عوامل سرکوب و جاسوسی و اینا. انسان آزاد زاده شده است، حق بیان داره، حق تشکل داره، حق مسافرت داره، حق انتخاب دین داره. این حقوق شما نمیتونیم ازش بگیریم، تو سرش بزنیم، بگیم دیکتاتور ما را خیلی راضی نیست از کار شما، بفرمایید بریم زندان. آره باتوم دوست دارین یا کابل برقی؟ امنیت در خطره، امنیت من. این مسخره بازی ها چیه؟ اقدام علیه امنیت. اون دیکتاتور علی خامنه‌ای امروز امنیت مملکت میکشن و میزنن و رپ میکنن، اموال مردم رو میدوزن، ایجاد پیرزنا رو میزنن، بچه‌ها رو لگدمال میکنن. امنیت آقای خامنه‌ای، امنیت مملکت. آقا امنیت مملکت شما بس به خطر انداختید. زیر بار مغالطات نرویم. به معنی کسی مغالطه کرد همونجا یقشو بگیریم، میگیم آقا این استدلال شما استدلال فاسدی است. خب اجازه بفرمایید برویم سر موضوع روشنفکر دینی بخش 3. این برنامه در بی بی سی، در فکر میکنم یکی از این عرض کنم که ایستگاه های بی بی سی در شهر واشنگتن آمریکا، عرض کنم آقای هودشتی، دکتر هودشتی نمایندگی عقل میکنه، حرفاش کاملا مستدل و درست. آقای دباغ جز مغالطه کاری نمیکنه، در واقع با لفاظی و لغلغه زبان میخواد امری که در واقع حقیقتی درش نیست به حقیقت برساند. اجازه فرمایید بخش 3 رو نگاه کنیم و بعد عرض کنم که در بابش صحبت کنیم. نکته جذب این نکته مهمیه، به خصوص که اشاره به کانت شد، اشاره به دکارت شد. آقای دباغ، اینها اگر هم اعتقادات دینی داشتند گفتمانشون گفتمان دینی نبود، پروژهشون پروژه دینی نبود. کسی مثل دکارت دغدغه این رو نداشت که من یک دستگاه فکری دارم تبیین میکنم و طراحی میکنم که دین این جای مهم رو درش داره، اصلا همچین دغدغه‌ای نداشتم. به این ترتیب نمیشه مقایسه کرد، گفت که ما در غرب هم دکارت رو داشتیم پس چرا در ایران روشنفکری دینی نداشته باشیم؟ اولا راجع به این نکته که فرمودید با کلیتش همدل نیستم. میشه نشون داد در کانت و جای دیگه که احیانا توضیح میده که من در باب عقل بحث میکنم، حدود و سقور عقل نظری رو به تعبیر او چنان که در کتاب Critique of Pure Reason یا نقد عقل محض آورده بحث میکنم تا جا رو برای ایمان باز بکنم. نخیر اون تفاوت داره با تعریفش از عقل. حالا ایزه بفهمید، من عرض کنم بعد شما بفرمایید. حوزه هست، حوزه خداشناسی که کانت جدا میکنه عنایت و اونجا میگه که بله اونجا خدا تعریف ناشده. من ایزه بفرمایید بعد عرض میکنم شما بفرمایید. به نظر من حالا چه کانت چه برخی دیگه از روشنفکرای مثل لاک به این معنا پروژهشون تناسب و تلاعم داشته با پروژه روشنفکرای دینی که به سنت جامعه خودشون خیلی توجه داشتن. آقای بادامچی هم اشاره کردن به ایده های انجیلی که در کارهای لاک دیده میشه، نسبتی که با کتاب مقدس کارهای هگل داشته و برخلاف آن چه آقای دکتر هودشتیان فرمودن این گونه نیست که با فوئرباخ بحث های دینی در عالم فلسفه ختم بشه. شما در قرن 20 خیلی فیلسوفای مهم دین دارید که همچنان هم در قید حیاتن، فیلسوف درجه اولن اما تعهد دینی هم دارن. حالا درسته که فیلسوفن، اما مرادم این است که این بحث با پا گذاشتن به قرن 20 ختم نمیشه. پلانتیگا رو داریم ما، جان هیک رو داریم، ریچارد سوینبرن رو داریم و دیگر فیلسوفانی که کار عقلانی راجع به دین میکنن. آلستون رو داریم که اخیراً از دنیا رفت و بحث و فحث عقلانی در باب دین همچنان رونق داره، به این معنا که پاری افراد هستن که فکر میکنن میتونن در باب دین تأمل عقلانی بکنن. بازم تأکید میکنم بحث ما ناظر به فرایند نه ناظر به فراورده. و بعد مایلم نکته دیگه اینجا عرض بکنم که از قضا اگر مقوله تعهد اجتماعی مطرح باشه، من فکر میکنم روشنفکرای دینی دینشون رو پس از انقلاب بیش از روشنفکرای این بحث اینو بخاطر اجتماعی رو کنار بزنیم، ولی چون یه بحث نظری توش داره عذر میخوام اجازه بفرمایید، فکر میکنم به این معنا تعهدشون رو بیشتر انجام دادن، نه به معنای سیاسی کلمه، از قضا به معنای نظری کلمه. ببینید روشنفکر نمیتونه منسلخ از جامعه خودش باشه،
در جامعه ما مهمترین مؤلفه سنت دینه و پرداختن به دین، پالایش دین، تنقیح دین مهمترین کار روشن فکره. بله. عمومه بعدن میشه خواهش کنم توضیح بدین چه بخش این بله پالایش دین، یعنی دقیقاً اون تیکیش که بله. به زندگی عمومی مردم ارتباط داره، هیچ وقت دغدغه روشن فکر دینی نبوده که پالایش کنه. البته کار هیچ وقت تمام نیست خانم. بله من ناتمامش عرض میکنم. واقعا من میخوام میگم به این معنا، به معنای غیر سیاسیش، من سعی میکنم بحثم بیشتر سابقه نظری داشته باشه. به معنای غیر سیاسیش از قضا تعهد روشن فکر دینی بیشتر بوده. چرا؟ چون با سنت ما آشنا تر بودن. یعنی اینا اجازه بدید آقای جنوب. بله آقای اودشتیان، بخش مهم و از عباراتی که ایشون استفاده می‌کنه، ستبری از سنت در ایران دینه، و اگر شما دین رو و فهم رایج از این رو نقد کنی، مگر کار روشن فکرانه انجام ندادید؟ و مگر غیر از این در روشن فکرانه دینی؟ دقیقا ما کار فیلسوفانه انجام دادیم، کار جامعه شناسانه انجام دادیم و در حوزه اندیشه ورزی کار کردیم. دین رو در تئولوژی یعنی دین شناسی میتونیم بارها مورد چندشون قرار بدیم. امروز روز در تمام دانشگاه ها قسمت دین شناسی وجود داره، در امروز روز در فرانسه، در سوربن، در کمبریج، و این هیچ ارتباطی با مقوله فلسفه، مقوله جامعه شناسی نداره. اتفاقا قاطی کردن اینها باز توجیه اون مقوله جهان سومی روشنفکر دینی است. من فکر می‌کنم کانت، بخاطر اینکه ایشون مثال کانت رو زدن، مبحثی به نام خداشناسی داره و اونجا زمانی که از خدا صحبت میکنه به عنوان یک اپریوری، یعنی داده پیش علمی که قابل اثبات نیست. فضا و زمان هم همینطوره، اینا رو اثبات نمی‌کنیم، ما هستیم، باهاش وجود داریم. دکارت که بدتر از این، اون میگه ما با اینا به دنیا میایم. کانت روشن فکر بوده یا نبوده؟ فیلسوفه. خب روشن فکر نبوده؟ بله روشن فکر هم هست. صورت دانستن داشته باش تو نوشته تو که نایب. بله بله فهم می‌کنه. به فرانسه خیلی توجه داشته، یعنی به مثلا توجه داشته. ولی اینها بیشتر فیلسوف هستن. گاهن همونطور که قبلا هم گفتن اند دخالت های روشنفکران هم داشتن. مثلا کانت خیلی کم و بیش طرفدار روسو بوده و به انقلاب فرانسه بسیار توجه داشته. خب همین، بیشتر از این نه. یا پروژه مقاله مثلا معروف روشنگری و چیزی که بحث روشنگری مداوم. بله اون جرأت دانستن داشته باش که در مقاله روشنگری هست و اثر و نتایج عدیدی که مترتب بوده. باز روشنگری رو باز روشنفکری نباید قاطی کرد. نه باید نسبتی با هم دارن، نسبتی. خیلی تلاش میشه و شما این تلاش رو میکنین که فیلسوف رو و کار فلسفی رو الان هم داریم میگیم که در خداشناسی امروز وجود داره با روشنفکری قاطی کنیم. نه خیلی بله، از تمایز بین فیلسوف و روشنفکر که بگذاریم، چون خودمون ممکنه یه بحث جدایی باشه، یه برنامه جدایی به طلبه، این سوال رو برگردیم بهش بپردازیم که آیا نقد بخش مهمی از سنت که دین نام داره کار روشنفکری نیست؟ و اگر روشنفکری که این نقد رو میکنه خودش دیندار باشه و نقد بکنه فهمای رایج از این دین رو، این رو نمیشه روشنفکری نامید؟ این رو میشه در واقع یک کار پژوهشی ارزنده نامید. و اگر این رو در سمت سوی جامعه انجام بده با تعهد اجتماعی معین، که یعنی تعهد در مقابل ستمگری، این بوده تعهد روشنفکران، این بوده، این رو میشه کار روشنفکری نامید. اما مشکل من درست اینجاست که اگر آن دین رو که مورد پژوهش خودش قرار داده بیاره به عنوان محدودیتی در عقل گرایی که لازمه روشنفکری است بگذاره و اونجا این رو به عنوان حد بگذاره، اینجا به نظر من مشکل بوجود میاد. آیه در واقع شما دین رو محدودیتی بر عقل و عقل گرایی میدونید یا نه؟ آیه هودشتیان میگن که نمیتونی دین رو محدودیتی قرار بدی، کنه وحیانی دین رو محدودیتی قرار بدی بر کار عقلانیت، بعد بگی من همچنان روشن فکر هستم. ببینید من بازم عرض کردم، تصور میکنم اینجا بیش از اون که ما به فراورده ها باید نظر کنیم به فرایند نظر میکنیم. روشن این اصلا یک بحث روش شناختیه، ربطی به حتی فراورده هم نداره. شما در فرایند اندیشیدن، خب نه، شخص ملتزم به قواعد عقلانیه. من فکر میکنم یه روشن فکری دینی وقتی در باب وحی بحث میکنه، وقتی در باب معرفت دینی بحث میکنه، وقتی در باب حقوق بشر و نسبتش با احکام دینی بحث میکنه، ملتزم به قواعد عقلانیه و به این معنا مانع ارادی در پیشش نیست. خب اینو متون و به این معنا نه، من دارم ناظر به فرایند روشن فکر نمیگم، یعنی مطالبی که چاپ شده نه. شما الان شاید بگید منم قبول دارم، خیلی هم با تو موافق هستم، اگه قبول بشه متون موجود. بله خب من میتونم نشون بدم منظور اینکه زمانی که پروژه به اصطلاح دولت دینی مطرح میشه که
پروژه روشن فکری هست از سوی کسی که این رو مدعا شده و آقای دکتر سروش، در واقع این حدش قانون اسلامی است. این رو در مراد قانون اسلامی چیه؟ یعنی این که به طور مشخص 28 بهمن 1388 بعد از انتشار بیانیه 5 روشنفکر دینی، به هر صورت آقای دکتر سروش یک مصاحبه میکنن با خانم درگویا و در اونجا میگوین که قوانین جامعه مدنی قوانین سکولار خواهد بود و تا حد ممکن ما دموکراتیک خواهیم بود، ولی تا اونجایی که از دین فراتر نره. بله. خب دیگه سیاه رو سفید دیگه. ما توی بحث قوانین اگر دقیق ترم بشیم، باز خیلی از جاها یه جاهایی که دیگه خود دین بحث رو بسته. خواهش میکنم که اگه ممکنه اینا رو هم در نظر بگیرین که یه کمی ملموس‌تر باشه. سوالا زیاده. بله چشم، اشکالی نداره. عرضم به حضورتون، ببینید اینجا من فکر میکنم وقتی که ما راجع به دین سخن میگیم، همون تفکیکی بین دین و فهم دین باید مد نظرمون باشه. اینکه دین این رو بسته یعنی چی؟ دین چی؟ یعنی فهم دین هم یک سرحد داره. اجازه بفرمایید. نه، ما با کثرت قرائت دینی مواجهیم. من همین رو میخوام عرض کنم. ببینید، دین چیزی نیست جز یک رشته تفسیر از دین. دین همونطور که در ابتدا عرضم گفتم، بنا به تلقی من ذات نداره. اگر کثرت قرائت از دین ما داریم، یک نوع از دینداری با این چند و چون ها کاملا بر سر مهره. ولی این نکته دینداری هست. آقای یهودشیان، آیا اونجور که آقای در باقی کثرت قرائت از دین نافی این نمیشه که بالاخره دین جلوی قانون رو میگیره؟ نه، بستگی به قرائت شما از دین. اگر قرائت یه قرائت از دین با حقوق بشر در تناسب و تلاعمه، اگر قرائتی که شما از دین دارید، اگر قرائتی که شما از دین دارید با حقوق بشر سازگار باشه، چرا نمیتونید روشن فکر دینی نامیده بشید؟ اگر این قرائت داده باشه، چه لزومی هست که مجددم و باز و دوباره نام این دین باشه؟ چرا نباید مثلا حکومت آقای دوام گفتن به این دلیل که این روشن فکری که داره در حوزه رابطه دین و عرصه عمومی کار میکنه، اولا دین داره، معتقدات دینی داره، دوم اینکه سوالهایی که مطرح میکنه سوالهای دینی است. به این دلیل، خیلی ساده اگه میشه دینی نامید این روشن فکر. اگه پرسش های او فعلا سوال ها میتونه دینی، پرسش هایی باشه که مطابق با قانونه، مطابق با حقوق بشر هست، به نظر من دلیل دیگه نداره که اسم این رو بگذاریم روشن فکر دینی. همچنان که فرض فرمای هگل هم یک انسان کاملا دینی بود، اما زمانی که در حوزه فلسفه نظر پردازی میکرد، دین رو در مقابل نمیدونه. چرا اصرار هست که دینی بنامید؟ اصرارش به این معنی که متعلق اون پژوهش دیانت هست. ببینید، من عرض کردم ما در جامعه ایرانی سال 1390 شمسی بحث میکنیم، یه سنت دینی داریم در پس پشت که مهمترین مؤلفه فرهنگ ماست. در آلمان بوده؟ بسیار خوب، نه بسیار خوب میدونم، یه متعلق کار، یعنی پالایش و تنقیح اون سنت دینی در دستور کار روشن فکری. نه خیر، زدودن این عرض میکنم حاکمیت دینی از دستور شما قانونی هست. سیاسی میکنه. نه خیر، نه خیر، میگن حاکمیت دینی. آخه دین که روشن فکری دینی که فقط سیاست نیست. دقیقاً. اولا به سیاست پرداختن، اولا راجع به رابطه دیانت و سیاست روشنفکری دینی مفصلا بحث کردن، تفکیک رابطه حقیقی میان دین و دولت از رابطه حقوقی میان دین و دولت، بعدم بحث که فقط رابطه سیاست نیست، کلام هست، فقه هست، عرفان هست، تفسیر هست، فلسفه هست، در همه این حوزه روشنفکری دینی کار میکنه. بله، خب این بحث ادامه بحث هفته پیش هست. آقای هودشتیان، دکتر هودشتیان، مرد استاد و دانا، درود بر او، نشسته بود اونجا و با استدلال‌های درست همه قضایا رو نفی می‌کرد. اون آقا دست و پا می‌زنه بیچاره، چون چیزی نداره ازش دفاع بکنه. از چیزی دفاع می‌کرد که دفاع پذیر نیست، از چیزی دفاع می‌کرد که در باب این فیلسوفان که نام می‌بردن، مطلبی رو که فراموش کردن اونجا بیان کنن این است که آقا در روزگار دکارت، در روزگار حتی کانت، کلیسا صاحب قدرت فوق‌العاده بود، امروز هم هنوز هست، البته قدرتش زایل شده اما هنوز صاحب قدرت هست، بعض اوقات هم سر و صدا ها میکند هنوز. این است که اینها نمیتوانستن که چیزی جز اون چه گفتن بگوین، برای این کار اینها انجام بشه، کار فکریشون در روشنگری جامعه در واقع انجام به پذیرت، حتما متظاهر به دینداری بودن، غیر از این میسر نبود. حالا در باب کانت که مرتب اسمش اینجا رفت، خدمت شما عرض میکنم و پیش از اینم گفتم که این دو در واقع
رشته فکری در اروپا بود، یک عده عرض کنم که تعقل گرایان، راسیونالیست ها، رشنالیست ها، که اینها بر این بودند که در واقع احساس حس دچار اشتباه میشه، بنابراین با تجربه ما به حقیقت نمیرسیم، اون چه ما رو به حقیقت راهبری میکند تعقله. بنیان گذارش در عصر جدید هم آقای دکارت بوده که خدمتتون عرض کردم. بعد امپریسیستا پیدا شدن، تجربه گرایان، و گفتن اون در واقع اطلاع واقعی، علم حقیقی آن است که از طریق تجربه حاصل شده باشد، و بر این بودن که این اونچه اصول کلی دانش بشری است از قبیل اصل علیت و اصل عدم تناقض، و به قول عرض کنم امروز میگن هویت، من نمیدونم این هویت رو از کجا آوردن، یا آیدنتیتی، اینها همه بر اثر تجربه است. کانت پیدا شده و این گفته است که آقا نه چنان است که اینها میگویند، نه چنان است که اینها میگویند، این یک ترکیبی از هر دوست، و گفته است در واقع این مطالبی که ما از طریق تجربه به دست میاریم اون چنان نیست که عقل درش تداخل نکنه، بلکه عرض میکنم که قوه عاقله و فاهمه انسان یک چیز پیچیده است که بین چیزهای گرفته تجزیه و تحلیل میکنه و استنتاج ها میکنه. بنابراین اینها هر دو هستن که مهم هست. من مطالب رو تقسیم کرد به قضایای پیشینی، قضایای پیشینی و قضایای پسینی در واقع، و عرض کنم در این باب هم خدمت رو صحبت کردیم که قضایای پیشینی در بسیاری موارد اینا احتیاج به اثبات هم ندارد، خیلی از اینها احساس اثبات ندارد. وقتی ما میگوییم که فرض فرمایید که یک جسم، این که حجم همراه جسم هست، این همراه خودشه، در واقع در موضوع هست. وقتی که میگوید که تجربه ما را به یک اصل کلی و یک حکم کلی و قطعیت رهنمون نیست، کما این که اگر ما دست ما را نزدیک آتش ببریم و دست ما بسوزد، تجربه میگوید دستم رو بردم نزدیک آتش، دستم سوخت. اگر صد بار هم ببرد، باز نمیتواند یک اصل کلی صادر بکند مگر قوه فاهمه انسان که میگوید دست رو نزدیک آتش بردن سبب سوختن دست است. این از قضایای پیشینی است، یعنی از قضایای پیشینی است که مربوط به عقل هست، یا مطالب مربوط به ریاضیات و اینها همه قضایای پیشینی است، و بسیاری از قضایا هم به معرفت منتهی نمیشود مگر با تجربه توأم باشد. مثلا وقتی ما میگوییم مس، خب مس، اما این که مس هادی الکتریسیته است و عقل نمیتواند حکم کند مگر اینکه بر اثر تجربه ما دریابیم که مس هادی الکتریسیته است. قضایای پیشینی. و بعد برای اثبات میگوید که ما ببینیم چگونه از قضایای پیشینی یا اولیات این حکمای الهی هیچ چیز رو به اثبات نرساندن. اون چه سخن از ما بعد و طبیعه کردن از قبیل خدا و نمیدونم بهشت و جهنم و نمیدونم طبقات جهنم و روح و قبر و فشارش و اینها، گفت اینا رو هیچ کدوم نتونستن به جایی برسانن. بعد با یک مرد عاقل بزرگ مثل آقای کانت نمیاد که بنشیند فقط آقا نمیدونم این هست اون نیست، اثبات کرده، میگوید که دو پدیده برای به دست آوردن دانش حقیقی ضرورت داره. آقای هودشتیان به اشاره که اما توضیح نداد، یکی پدیده مکان هست که در واقع صورت اشیاء خارجی است ملموس، یکی و تصور یک حقیقت، یک شی بدون مکان میسر نیست، یکی هم پدیده زمان هست که در ضمیر ماست و در واقع همه این عرض کنم که انفعالات و خوشی و لذت و عرض کنم نشاط و اینها رو ما با زمان میفهمیم. یعنی میگوید که اگر در باب مکان، میگوید اگر ما تصور کنیم هیچ چیز در جهان نیست، باز تصور ما متوجه مکان هست، اگر هم دچار هیچ حالت خوشی یا دردی هم نباشیم، باز گذشت زمان رو حس میکنیم. بنابراین برای در واقع اثبات مطلبی و یک حقیقتی اینها، ما احتیاج به دو پدیده زمان و مکان داریم. ذهن ما بدین وش ساخته شده، حتما ما نیاز به مکان داریم و زمان داریم تا بگوییم که عرض کنم که ما به حقیقتی دست یافتیم. و بعد میگوید که این حکمای الهی که از ما به بعد طبیعه صحبت کردن، از زمان و مکان صحبت نمی کنن، چون آدرسی به ما نمیدن، از نفس زمان و مکان صحبت میکنن. بنابراین
بحث در باب معبد و طبیعه که خدا هم جز بشه به هیچ جایی منجر نمیشه. بنابراین بهتر این بحث اصلا بحث محمدی است بذاریم کنار. طبقات هفتگانه جهنم و روح و نمیدونم چی چیز و روز قیامت و یه حرفا میگن اینا اصلا در حوزه درک ما انسانها با ذهن خاص و قوه عاقله خاصی که داریم نیست. این آقا به زبان استدلالی بسیار بسیار عمیق و نیرومند آمده معبد و طبیعه رو به طور کل نفی کرده، خدا هم روش و خدا رو هم که تصور میکنیم فکر میکنیم که در یه جاییست. خب بالاخره میگوید اساسا اون مکانی که ما متصور هستیم خدا در اونجاست مکان نیست، نفس مکان و نفس زمان است که ما تصور میکنیم. شو وقت ما میگیم آدرس حسن آقا کجاست، میگیم آدرس حسن آقا در فلانجاست، آدرس شمارش هم هست، زیپ کدش هم هست، ببینید پیداش کنید، یا کره ماه در کجاست. بنابراین میگن اینها اساسا ذهنیت انسان ساخته نشده برای درک مابعد الطبیعه، چون زمان و مکان رو هر دو فاقده. این استدلال آقای چیز هست، آقای امانوئل کانت هست، کریتیک آف پیور ریزن، نقد اهل منطق. این آقا میگوید که روشنفکران دینی عبارتش این بود، این آقای دباغ عرض می شود که میگه که تعهد روشنفکران دینی بیشتر بوده چون با سنت های ما بیشتر آشنا بودن. این آقا باید سنت رو تعریف کنه. حالا من آیا صادق هدایت به سنت ها بیشتر آگاه بوده یا مطهری؟ پور داوود بیشتر سنن ما ایرانی ها رو میشناخته یا مطهری؟ مطهری رو لطفا نشان میده که روشنفکران دینی خیلی مهم. این مطهریست در باب چهارشنبه سوری که از سنن ماست، ببینید چه کرده و چه گفته، ببینیم حرف آقای این آقای دباغ درست یا ملاحظه کرد. چنین میکردن ما هم چنین میکنیم. چهارشنبه آخر سال میشود، آخر سال شمسی چهارشنبه آخر اسفند میشود. بسیاری از خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمق ها، بسیاری از خانواده های احمق ها دیالا آتشی روشن می کنن، هیزمی روشن می کنن، بعد آدم های سربر گنده با یک هیکل های نمیدونم چنین و چنین از روی آتش می پرن. ای آتش، زردی من از تو، سرخی تو از من، این چقدر حماقت است. خب چرا چنین میکنیم؟ آقا یه سنتی از مال ما مردم از قدیم پدران ما چنین میتعیه کردن. قرآن میگه اولو کان آبا اهم لا یعدلون شیعن، اگرم پدران و گذشتتون چنین کاری میکردن، شما وقتی میبینید یه کار احمقانه است و دلیل خریت پدران شما از روش بپوشید، چرا دو مرتبه این سند حماقت را هی سال به سال تجدید میکنید؟ این فقط یه سند حماقت است که ای کوشش میکنید این سند حماقت را همیشه زنده نگهش دارید. ما این که چنین پدر مادرهای احمقی داشته ایم، اولو کان آبا اوم لا یعقلون شیئا. از طرف دیگر قرآن نمیگوید هر چه که سنت است پس باید در هم کوبید، و هر چه که نو است، نوگرایی. یه دن میگن نوگرایی، این چطور؟ نوگرایی هم درست نیست. برای این که نوگرایی درست نیست به این معنا هر نوی علامت بله ملاحظه فرمودید یکی از کسی که سنت های ما رو خوب میشناخته این روشنفکر دینی بوده. حالا مغالطات ایشان که بله فقه هستانم چه هست و چه هست و ما فیلسوفان دینی. آقا فیلسوف که دینی نمیشه که پدر جان، که عرض کردم این باز جدلی و طرفینه، اجتماع نقیزینه، میسر نیست. آدم عقلی که بر زمینه عقل و در واقع گشودن ابواب جدید معرفت کار میکنه دینی نمیتونه باشه، که در قالب‌های از پیشریخته دینی حرکت بکنه بگن این فیلسوف هم هست. چه فیلسوفی ساقایی؟ متفلسف ممکنه. یه بزرگترین همه اینها غزالی طوسی بوده. در غرب و شرق عالم عرض کنم آدم دینی از این بزرگتر دیگه نمیشه. یک آدم متحجر عرض کنم عصبانی گردن کلفت
که آخرش هم به بنبست رسید و یه عبا به سرش کشید، از نظامیه بغداد زد بیرون، رفت یه گوشه‌ای گرفت، در همون توس نشسته بود، پشیمان از همه کارهایی کرده بود. چی از جان این ملت بخوان من نمیفهمم. آقا قضای خیلی ساده است، مردم حقوقی دارن باید رعایت بشه، حقوق انسانیشون باید رعایت بشه. آقا از این که دیگه کمتر نمیشه باید گفت که این ابتدایی ترین چیزه. این دین مبین که شما براش فلسفه میبافین و نمیدونم قرائت های مختلف، یه مغلطم قرائت های مختلف، آقا قرائت های مختلف که میشود 70 میلیون قرائت داشت، حقیقت کجاست؟ به چه چیز میشود آبیخت قرائت به جای خود؟ در باب حقوق انسان، در باب حقوق انسان اسلام چه گفته است؟ اینا رو بیاریم ببینیم، حدش معلومه که آیا در قانون اسلام مثلا یک یهودی با یک مسلمان برابر حقش؟ حالا شما هی بنشینید و فلسفه بگید نیست. بنابراین در گام نخستین که ما برمیداریم در این عرض کنم تفکر دینی، تفاوت رو از مرد و زن شروع میکنم. حقوق مرد و زن چه روشن فکر دینی؟ روشن فکر دینی، فیلسوف، بله فیلسوف میتواند فیلسوف باشد، در باب دین هم صحبت کند، اما نمیتواند فیلسوف دینی باشد، چون این عرض کنم که تناقض داره، اون زمینش تعقله، این زمینش تعبده. شری که اینا برپا کردن و بلایی که به روز این ملت آوردن، اینا هزاران سال آینده بدهکار هستن. از اون علی شریعتی بگیر تا خود همین آقا و این آقای مطهری و پدر این آقای محترم. اینها مانند اون دکتر علفیا هستن که یک عمر در اندیشه اوستخدوس و ملا قدوس و نمیدونم از کنم قاذورات گاو دود کردن برای طاعون و اینها فرصت پیدا نمی کردن. هر موقع هم اینها یک جراح قابل رو می دیدن با نفرت بهش نگاه می کردن، یک آدم دانشمند که راه گشا بود. حالا که فرصت دستشون افتاده، اوستخدوس و ملاقدوس و پهن و اینها آوردن دود می کنن، می گن ما پزشکیمون درجه یکه، که بفرما اینک روشن فکر دینی. درست مثل که ما از نو بخوام گاری اختراع کنیم، مثل یک سرمایه مهمی بگذاریم، یک چند نفر آدم عاقل دور هم بشینیم دور یک میزی، میخوام آقا کارگاه بسازیم، کارخانه بسازیم، چیکار بکنیم؟ گاری اختراع کنیم. آقا گاری که چند هزار سال پیش اختراع شده، که این تجربه دینی اروپا و جاهای دیگر در دنیا ثابت کرده آقا حکومت دینی مؤثر نیست، یک فاشیسم خطرناک الهی است. نهایت فکر اینا این است که حکومت دینی داشته باشن دیگه، نهایت غیر از این که چیزی نیست. نمیدونم اسلحه هایی که این آخونده ساختن دیدی؟ یه سپری 8 لوله داره. گاری اختراع کرد. میگه اینا چیه ساختیم؟ اینا رو ساختیم هواپیما میزنه و موشکای کروز. غافل از این که آقا جان اگر که 4 تا لوله، نه 8 تا، 4 تا لوله داشتی ضد هوایی های جنگ دوم روی این کشتی ها به چند دلیل بود؟ یکی این که اینا مورد تهاجم هواپیماهای میشدن که سرعتشون خیلی کم بود، یعنی آقا نشسته بود اینا میامدن، نه این که هواپیماهای امروز و موشکهای امروز شما با این سپری که ساختی پول مردم رو ریختی، مرد حسابی با این اسلحه که اختراع کردی، خنده داره واقعا. یه آدم عاقلی پیدا شد گفت آقا این به نام دکتر گتلین، آقا این به خاطر اینکه ما قدرت آتش رو زیاد کنیم، این نیست که 8 لوله بذاریم که هر کدومش به یک جای به هدف بره، ما همین داریم میذاریم دور یه لوله، گتلینگان درست کرد، یعنی 8 تا 9 تا لوله است دور یه جا همه‌شون رو هدف تنظیم. پریشب فیلمی داشت نشون میداد اسلحه‌هایی که آخوندها ساختن، مایه خنده، همون اختراع گاری است. باری برگردیم سر موضوع، اختراع گاری، روشن فکر دینی، اختراع گاری. بیا آقا این سومریام گاری داشتن ها، روشن فکر دینی. از اینا بایستی پرسید که اگر اسپینوزا نبود و دکارت نبود و از کنم که بیکن نبود و گالیله نبود و
اینها دنیا چه شکلی بود امروز و قدرت دست شما بود میذاشتین همچین چیزی اتفاقی بیفته در اروپا؟ پدر ایشان هر سبت که در زمان پرشکوه انقلاب پربرکت مأمور نمیدونم چی دانشگاه شد در اداره پر هرچی استاد درست حسابی مملکت مادش اخراج کردن این میز تشکیلات وزیر فرهنگ رو انداخته بیرون این غزالی توسی یک نهالی گذاشته نشسته روش و هر سبت که چیزهای دینی اضافه کرده دروس دینی حالا هر جا میپرسن جناب آقای سروش دوستان شما چه کرد؟ ما 11 نفر بود اون 10 نفر دیگر هم حاضر کنی یا اون 9 نفر حاضر کنی تمام بگم چه کرد من که تنها نبودم که اینم استدلال این فیلسوف محترم است آقا شما بیا سهم خودت رو بگو خاطراتت رو بگو اگر که اشتباه کردی یک معذرتی از مردم بخوا از اون استادایی که بیچاره کردی و از مملکت بیرون کردی آدمهای لایقی که در واقع جامعه رو از وجود اونها محروم که از اونها بگو خب اجازه بفرمایید که ما از اخلاق ناصری در باب مجلس شراب چند خط خواندیم چند خطی دیگری هم هست میخونم خدمتتون خب ما کمتر چیزی که میفهمیم که در مجلس شراب چه چیزایی بود نقل و ریحان البته نقل و ریحان که میگوییم منظورش از این نقل گردان نیست تنقلات به طور عموم و ریحان میگوید و میوه و ریحان یعنی در مجلس شراب و میوه و ریحان از پیش یاران بر ندارد دست دراز نکنی مقابل میگه که و بخوری و نقل بسیار نخورد و هر یکی را از حریفان به تحییتی که لایق او بود مخصوص میگردن بعضی آدم ها دیدید آقا شما بزرگواری من نوکر شما هستم بعد میرسی به اون یکی میگه آقا شما خیلی بزرگ من نوکر شما هستم میبینی یک دوزی تازه از زندان در اومده به همونم همینه میگه میگوید که هر یکی از را از حریفان به تحییتی که لایق او بود یعنی اقرار علکی بی خود نگو در حق کسانی که در مجلس هستن و باید که به انفراد سبب انس و سلوت و نشاط عجل مجلس نشود و از مجلس بسیار بر نخیزد به تنهایی میگه که آداب سخن سرشته سخن رو به دست نگیر هی پشت هم جوخ بگو یه قزوینی این کار کردنم چی دوباره بگو همه نشستن میخوان یک کلمه حرف بزنن خیلی شیرین سخن نباش به اندازه صحبت کن خب و از مجلس بسیار بر نخیزد و اگر صاحب جمالی حاضر بود در او بسیار نظر نکند و اگر چه با او گستاخ باشد با او گستاخ باشد نه خیلی بهش نزدیک باشه خودمانی باشد یک صاحب جمالی یک زیباروی نشسته مرتب نمیشه نگاه بکنه اگرچه با او گستاخ بود خیلی خیلی نزدیک باشه بهش و با او بسیار سخن نگوید اینا خواجه نصیرالدین طوسی در روزگار مغول معاصرین سعدی است اینا چند بزرگ هستن تربیت یافته مکاتب قدیم نه که تربیت یافته به شرایط مغول خواجه رشید الدین فضل الله همدانی سیاستمدار ادیب مورخ بزرگ عطا ملک جوینی خواجه شمس الدین جوینی شیخ اجل سعدی و خواجه نصیرالدین طوسی اینها بزرگانی هستند تربیت یافتگان عرض کنم که مکاتب قدیم که روزگارشان در عهد مغول است و خواجه یکی از بزرگان سیاست و ادب هست خب و از ارباب ملاهی التماس لحنی که طبع او بدون مایل بود نکند مرتب هی نگه آقا برای من کیه کیه در میزنه رو میشه بزنین دوباره آقا برای من میشه اون چیزی هایه در رو بزنین یه از ارباب ملاهی التماس لحنی که طبع او بدون بایل بود نکند و چون به حدی برسد که داند برخیزد و جهد کند تا با مقام معخود خود شود و اگر نتواند به موضعی شود که از مجلس دور بود که و اونجا بخسبد
میگه نتوانستی به منزلت بری، از دور از مجلس یه اتاق متاق چیز پیدا کن، منزل صاحبخونه اونجا، اونجا بگی بخواب. خب در روزگار قدیم هم هر سبت که شحنه ها بودن، حالا داشتن مجلس شراب حتما بوده، همه جا بوده در واقع، نزد بزرگان رو عرض کنم که قلندران و غیره و زالک. اما اگر شحنه شما رو میگرفت سر بازار، همونجا شلاق میزد، همون 80 تازیانی که دوستان مدینه گفتن مشهور هست، مشهور هست که یکی از سپه سالاران سلطان محمود پیش اون نشسته بود و شراب میخورد و مست شد، بعد برخواست که بره منزلش، خیلی سپه سالار معروفی هم بود. سلطان محمود گفت آقا به صلاح شماست اینجا بمانی، ممکنه گیرش شحنه بیفتی و در سر بشه برات. گفت نه آقا، من گیر شحنه بیفتم. آقا پا شده با همین اعوان انصار شرکت میکرده در بازار در چهار سوق، ناگهان شحنه میرسه با شلاق و در واقع بهادران اطرافش میبینن آقا مسته همون جا میخواباند و 80 ضرب شلاق رو به این سپهبد درجه اول سلطان محمود میزنه. فردا که برمیگرده محمود با خنده میپرسه که چه گذشت باری، میگن آقا نیا بیرون همونجا. حالا اینجا میگوین آقا مست رانندگی نکن، گیر پلیس میفتی. باز ببند و تا تواند در مجلس ملوک، یا کسانی که اکفای اون نباشند، یا کسانی که با ایشون مباسطتی نیفتاده باشد حاضر نشود. یه حد خودتو بشناس، با بزرگان که خیلی در واقع فاصله طبقاتی و اجتماعی خیلی زیاد هست، یا با اون کسانی که شوخی نداری و رفاقتی نداری، مباسطتی نداری، حاضر نشو. و اگر ضرورت افتد زود بیرون آید و البته به مجلس سفها نرود. حالا ما ایران که بودیم یه خبری آمد که یه کسی خر با دندون بلند میکرده، میرفت رو بلندی زنجیر و یه اولاغ رو با دندون بلند میکرده و اینا، بعد این رفته بودن عرق خوری. این که کسی که خر با دندون بلند میکرد چاقو میکرد شکمونو پاره میکن، فکر کنم عباس پهلوان بود، سالهای پیش، شاید 47-8 سال پیش، نوشته آدم اگه عقل داشته باشه با کسی که خر با دندون بلند میکنه میره عرق خوری. خب میگه به مجلس سفها نرود و اگر وقتی از مستی خائف باشد و ندما اقتراح اقامت کنند، شاید که به حیلتی از مجلس بیرون آید. حالا میترسی که مست کنی و بقیه نشستن، ندما یک دروغی درنگی چیزی یه حیلتی بکن، بهانه پیدا کن و بیا بیرون. بعد خواجه میگوید این است اون چه وعده داده بودیم از آداب، هر چند این نوع را، این نوع از حد هست متجاوز باشد و به حسب اوضاع و اوقات مختلف شود، اما بر عاقل فاضل که قوانین و اصول افعال جمیل ضرب کرده باشد، رعایت شرایط و دقایق هر کاری به جای خیش و وقت خیش دشوار نبود و از کلیات استنباط جزئیات کردن بر او آسان نماید. از کلیات استنباط جزئیات کردن، خواجه منطقی بزرگی هم هست، منطق شناس بزرگی است، این است که از این سلاح منطق به کار برده. و خود عقل حاکمی عدل است در هر با و الله اعلم به سوا. خب خیلی خیلی کتاب جالبی است، در باب مرگ و سایر قضایا اینجا صحبت کرده، خیلی 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 جالب است. حالا ما فرصت کردیم در وقت دیگر در باب این کتاب صحبت میکنیم. اینجا در فرق میان فاضل و آنچه شبیه فاضل بود از احوال، اینها بحثای شیرین و جالبی است که در بابش بعد از این با هم صحبت خواهیم کرد. کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی به تصحیح مجتبی مینویی و علیرضا حیدری، خیلی کتاب جالبی است، توصیه میکنم.
که هموطنان اهل کتاب پیدا بکنن و بخوانن. امیر جان چه میزان ما وقت داریم؟ چقدر؟ بسیار بسیار خوب. شما این موزیک کوتاه میتونید پخش کنین ما بریم و برگردیم؟ بله بفرمایید. باشم بسیار گرامی، مرضیه خواننده بزرگ ایران زمین، در واقع خانم مرضیه بحث و فصل خیلی هست که آقا کار اشتباهی که رفت جز مجاهدین فرانی حرفا. من فکر میکنم کار خوبی کرد. در واقع حالا بگذاریم مجاهدین چه میگویند و سیاستشون چه بود و اینها بسید. اگه مرضیه در ایران مونده بود، در منتهای انزوا مرده بود، دق کرده بود، حداقل اما تا آخر عمر رشید بزرگ استاد مجاهدین هم در واقع در حدوک هم بهترین ارکسترا رو براش تهیه کردن، آوازش خون تا آخر اون محترم و معزز زیر و از کنن با گردن افراشته از ثبت که خارج شد از این دنیا. البته از این دنیا کسی خارج نمیشه. حالا دوستان نقادش مختلفه، آقا اشتباه کرد اینا، نه چه میکرد مرضیه در ایران؟ حداقل نشون داد که متنفر از این رژیم. خیلی 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 کار مهمی بود از سوی یک بان. خب هر سو بیزه بدید. امیر گفت 15 دقیقه، ولی مثل که بعد معلوم شد که این مقدار نیست، 8 دقیقه بود اینها، ما فکر کردیم 15 دقیقه. بیزه بدید یه گزارش کوتاهی نسبت به این داستان رستم و سهراب خدمتتون بدم. از 15 اپریل سال 2009 مخلص بعد از سالیان در واقع گشت و گذار در امر مقالطه و پژوهش، 180 صفحه از این کتاب رو من نوشته بودم که مقدمات بود، از ارسطو گرفته و عرض کنم که این مصطلحات منطق و اینجور داستانها، که ناگهان جعبه ارسالی آقای عباس ادیبیان عزیزم رسید و در اون شاهنامه بود این چاپ جدید. از همون شب کار مقالطات قطع شد و کار این داستان این رستم و سهراب و مقایسه ها اینا شروع شد و فکر میکنم که در واقع آخرین مطلبش رو چند روز پیش تمام شد. این در واقع 5 دفتر نوشته است که اینها رو دارم مرتب میکنم و پاک نویس. در واقع دیشب بعد از گذشت 3 سال در واقع 1 ماه کم تقریبا رسیدم به پاک نویس این مطلب وجیزه به قول قدما، و از ثبت که مقدماتی دارد و علت در واقع شروع این کار، بعد یک مقاله در باب تراژدی دارد، از ثبت که یک بحث مفصلی نسبتاً در باب شیبه های تصحیح متون از روزگار قدیم یونان و اسکندریه تا عصر جدید، رو عرض کنم روزگار اسپینوزا بعد از او لاخمان و دیگران، اینا 3 شیبه های رایج هست در مغرب زمین هست، و مقایسه ها هست، نقد کتاب هست، این به خصوص این 2 نسخه چون چاپ مهل و ماکان قدیم هست، اشارتی من بیشتر به اینها نکردم، اما در باب این تصحیح جدید و چاپ مسکو که چاپ های برتر هستن، اینها رو بیت به بیت تا اونجا که به رستم و سهراب مربوط است و جمعاً بیشتر از 1053 بیت نیست، در واقع در نسخه لندن 1051 بیت هست، 2 بیت هم در حاشیه است که ابیات اصلی هستن، جمعاً 1053 بیت. 3 سال وقت ما رو در واقع در این راه صرف شد و امید من این هست که بتوانم مثلا تا 1 ماه یا تا شاید 2 ماه دیگه بتوانم این کار رو بتوانیم چاپ بکنیم و در اختیار هموطنان بگذاریم. بحث های مربوط به این میخوام به شما عرض کنم که بدون این کشف این نسخه جدید سنت جوزف که بسیاری از مبهمات رو روشن کرده، چون خیلی خیلی نسخه کهن خوبی است، و در واقع سایر نسخه های کهن، اینها واریانت های مختلف، چنین کاری ابدا و هیچش میسر نبود. کار خیلی خیلی کار مشکلی است، این مطابقت کردن ها و بحث ها و اینها حالا مراتب بعدیش هم خدمت شما حتما عرض خواهم کرد. فکر کنم وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. یک بار دیگه این میخونم خدمتتون،
پانزدهمین سخنرانی بهرام مشیری در دانشکانتی روشنفکری چیست و روشنفکری، زمان یک شنبه 19 فوریه 2012، ساعت 4 شروع میشه تا 8 بعد از ظهر، محل 2575 مکه‌وی، اروان، کالیفرنیا 92614، برای اطلاعات 949-551-9072. کمیته برگزار کننده سخنرانی های بهرام مشیری در اورنج کانتی، بعد هم دایرکشن دادن که چگونه بتوانند دوستان بیاین در اون محل. از شما سپاسگزارم، از امیر دوست گرامی در اتاق فرمان خیلی خیلی سپاسگزارم، از شما عزیزان همزبانان هر جا که هستید ممنونم که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.